د افغانستان جمهوري نظام په زمري میاشت کې سقوط شو او اسلامي امارات یو ځل بیا واک ته ورسېدل. له هغه راهیسې نږدې لس میاشتې کېږي، خو هیڅ هیواد اسلامي امارات تر اوسه په رسمیت نه ده پیژندلی. ډیری اقتصاد پوهان وایي چې د افغانستان اقتصاد مخ پر ځوړ روان ده، او ملګري ملتونه اټکل کوي چې تر 22 میلیونو ډیر خلک د لوږې سره مخامخ دي. له پنجشیر او بغلان او یو شمېر نورو ولسوالیو نه د جنګ راپورونه نشر کیږي، اما د افغانستان اسلامي امارت ادعا کوي چې دوی په ټول افغانستان باندې ولکه لري. له تیرو دوو میاشتو راهیسې نږدې لس خونړي بریدونه پر نظامي او غیر نظامي وګړو وشول، چې پرې هم د داعش وسلوالې ډلې پر غاړه واخیستله. سلامونه، نن راسره په خپرونه کې د اسلامي امارت مرستیال ویاند انعام الله سمنګاني میلمه ده. دی او یو شمېر نورو موضوعاتو ته د خپرونې په لړ کې اشاره کوو. ښاغلی سمنګاني صاحب، ډیر ښه راغلاست زموږ خپرونې ته. بسم الله الرحمن الرحیم، درود و احترامات خدمت شما و خدمت بینندگان محترم برنامه و تلویزیون شما. سپاس از اینکه فرصت دادید تا در برابر یک سلسله مسائل مهم صحبت بکنیم. تشکر بسیار زیاد. مردم میخواهند بزنند که انعام الله سمنگانی کی است؟ انعام الله سمنگانی فرزند شیخ الحدیث قاری حبیب الله سمنگانی از ایبک مرکز ولایت سمنگان است. مدت 7 سال به حیث مسئول کمیسیون نظامی ولایت سمنگان و همچنان معاون جهادی ولایت سمنگان در اثنای جهاد و مقاومت علیه امریکایی ها و ناتو و متحدین آنها در صف امارت اسلامی افغانستان مشغول خدمت بود. سپس مدت بیش از 3 سال بلکه 5 سال دیگر در چوکات کمیسیون فرهنگی خدمت میکرد و از در 3 سال اخیر به حیث مدیر مسئول وبسایت دری یا فارسی الاماره در خدمت صف جهادی امارت اسلامی افغانستان بود و کنون از مدت غالبا بیش از 6 ماه به این سو به حیث معاون سخنگوی امارت اسلامی افغانستان در پهلوی محترم ذبیح الله مجاهد و محترم بلال کریمی در خدمت است. بسیار خوب، چه وقت با امارت اسلامی کار آغاز کردین؟ حدود چند سال میشه اگر کوتاه اشاره کنیم؟ اگر بگوییم که اصلا ما بسیار ریشه عمیق در امارت اسلامی افغانستان داریم، بی جا نیست، چون پدر محترم من که یک شخصیت معروف علمی در سطح کشور هست و اهتمام چندین مدارس را به دوش داشت، پیش از فتح کابل در دوره اول امارت اسلامی افغانستان یا تحریک اسلامی طالبان تعداد 800 تن طلاب مدارس را برای مبارزه در برابر شر و فساد به صف امارت اسلامی روان کرده بود و از جمله کسانی بود که در جلسه ای که یا در شورای 1500 نفری علمایی که امیرالمؤمنین اعلان می شد و به دست امیرالمؤمنین بیعت می شد حضور داشتند. البته بنده تا سالهای 2009 و 10 مشغول درس بودم و پیش از فراغت، 1 سال پیش از فراغت در سال 2009 رسما به مبارزه خود علیه اشغال امریکایی در صف امارت اسلامی افغانستان آغاز کردم و از مدت 13 سال به این سو در صف امارت اسلامی افغانستان به عناوین مختلف مشغول خدمت هستم. بسیار خوب، آیا امارت اسلامی قادر به تامین امنیت در هم افغانستان است؟ امارت اسلامی افغانستان در 9 ماه اول حکومتداری ثابت کرده است که از همه بیشتر در فکر تامین جان و مال و آبروی مردم هست و می تواند از کشور خود حفاظت بکنه، نه تنها در داخل خاک خود از هموطنان خود حفاظت بکنه،
بلکه آنچنانی که به جامعه جهانی وعده داده بود توانایی این را دارد که از مرزهای خود هم حفاظت و حراست بکنه و به هیچ فرصت طلب و به هیچ حلقه شوم اجازه ندهد تا با استفاده از خاک افغانستان و دیگران تهدید امنیتی پیش بکند و یا امنیت آنها را مختل بکند. امارات اسلامی افغانستان با اینکه همه چیز را از سر شروع کرده و هنوز هم ارگان‌های امنیتی امارات اسلامی افغانستان روند تکاملی خود را طی می‌کنه و شکل نهایی خود را نگرفته، اما باز هم توانایی کاری خود را ثابت ساخته. ما یقین داریم با اینکه ارگان‌های نهایی امنیتی امارات اسلامی افغانستان شکل نهایی خود را بگیره، می‌تواند به تمامی معنا امنیت شهروندان خود را بگیرد و خدا را خواسته در افغانستان کدام چالش بزرگ و یا جدی امنیتی وجود نداشته باشد. اما ما در 3 هفته پیشین شاهد درگیری ها بودیم در ولایت پنچیر و ولسوالی های پنچیر. برخلاف آنچه در رسانه ها تبلیغ می شود و بسیاری آن تنها پروپاگند هست و به دور از واقعیت ها هست، حلقه کوچکی که آن هم کدام حضور علنی و رسمی در هیچ نقطه افغانستان نداره، کوشش میکنن با استفاده از خلایی که هنوز وجود داشت، خلا به این معنا که چون هنوز چنانکه که قبلا گفتیم ارگانهای امنیتی ما شکل نهایی خود را نگرفته و همچنان بعضی از بازماندگان دوره اشغال و یا نظام فاسد کابل بودند که اونها میخواهند تا خطری به امنیت افغانستان پیش بکنند، اما الحمدلله برنامه های آنها خونسا شده و بسیاری آنها از بین برده شده و آنها توانایی را ندارند که برای دولت یا مردم افغانستان کدام چالش جدی امنیتی را پیش بکنند. اینها از سوی که حمایت میشد شما خبر دارین؟ ما به یقین گفته میتونیم که آنها از حمایت مردمی برخوردار نیستند و مردم که از به تازگی از دوره های جنگ بیرون برآمدند و اکنون در یک امنیت کامل در کشور زندگی میکنند، دیگر به هیچ صورت از هیچ حلقه حمایت نمیکنه که بدون اینکه کدام دایه شرعی یا ملی داشته باشه، بدون اینکه کدام بهانه برای جنگ داشته باشه، بار دیگر کوشش بکنند مردم افغانستان به سوی یک بحران دیگر سوق بدهند، به سوی یک معزل دیگر سوق بدهند و خدا نخواسته مردم افغانستان با هم دست و گریبان بسازند. البته دشمنان افغانستان که هنوز هم بعضی هایشان تلاش میکنند تا به شکل امنیت افغانستان و افغانها را مختل بسازند، آنها در پروگرام هایشان ناکام هستند و امارات اسلامی افغانستان با حمایه گسترده مردمی که داره و با تمام توانایی که ارگان های امنیتی آن داره و هیچ کسی اجازه نمیدهد تا خدا نخواسته امنیت و ثبات افغانستان متضرر بسازه. بسیار خب، امروز هم ما شاهد یک نشست بودیم در ترکیه زیر نام نشست چهره های سیاسی افغان در ترکیه، تلاش برای اعمال فشار بر طالبان. حدود 40 چهره سیاسی در او اشتراک داشت. حمایت هم از جبهه مقاومت میکنند. امارات اسلامی افغانستان موقف بسیار واضح داره و میخواهد باید با همه افغان ها از راه تفاهم و پیش برود و اگر نگرانی های داشته باشند به نگرانی های آنها رسیدگی صورت بگیره و با آنها قناعت داده شود تا به کشور خود برگردند و در پهلوی هموطنان خود زندگی داشته باشند، جان و مال و آبرویشان مسئول بوده باشه و بتوانند در آینده زندگی شخصی و اجتماعی خود به خوبی به پیش ببرند، در آبادی و بازسازی کشور نقش داشته باشند و به تازگی چنانی که همه در جریان است یک کمیسیون ویژه به عنوان کمیسیون تماس با شخصیت های افغان ایجاد شده که انشاءالله لایحه آن به زودی اعلان می شود و رسما این کمیسیون به کار آغاز می کند. برای همه این فرصت را مساعد می سازد تا با تماس با این کمیسیون و با هماهنگی با این کمیسیون
به کشور خود برگردن و از همه حقوق اساسی، بنیادی، شرعی و بشری خود برخوردار باشند و در پهلوی مردم خود زندگی داشته باشند. البته باید بسیار واضح بگوییم اگر کدام حلقه شومی باز هم دیده و دانسته در پی این بوده باشه که سیستم نظام و دولت و امنیت مردم افغانستان به چالش بکشه، امارت اسلامی افغانستان در برابر اونها واکنش بسیار جدی نشان میده و به هیچ کسی امارت اسلامی افغانستان اجازه نمیدهد، چون که قبلا گفتیم بار دیگر مردم افغانستان را به سوی جنگ سوق بده و خدا نخواسته مایه بحران دیگری در افغانستان شوند. بسیار خب، شما از یک کمیسیون یادآوری کردین، آیا با چهره های نظام سابق در کابینه امارت اسلامی جای است؟ امارت اسلامی افغانستان به اساس یک معامله بر تقسیم قدرت با کسی تعامل نمی کنه. البته برای همه اطمینان می دهد که آنها به کشور خودشان، به خانه خودشان برگردند، اینجا از حق اساسی زندگی برخوردار می باشند و زندگی آبرومندانه می داشته باشند و می توانند در آینده زندگی خوب اجتماعی هم داشته باشند و برایشان امارت اسلامی افغانستان فرصت ها را مساعد می سازد تا آنها در همه عرصه ها حضور خود را ثابت بسازند. آقای سمنگانی، من می خواهم یک مثال واضح بسازم برد. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت اگر به کابل بیایه، امارت اسلامی حاضر است که یک چوکی برش ارائه کنه؟ چنانه که بسیار واضح گفتیم، امارت اسلامی افغانستان بر اساس معامله بر توزیع قدرت با کسی تعامل نمی کنه و این چنین تعامل امارت اسلامی افغانستان در طول تاریخ خود هرگز نداشته. البته امارت اسلامی افغانستان منافع و مصالح علیای کشور خود را در نظر میگیره و به اساس منافع و مصالح علیای کشور هرچه لازم باشد امارت اسلامی افغانستان از آن دریغ نمی کند. اما باز هم باید سر به صراحت بگوییم امارت اسلامی افغانستان هرگز آماده این نیست که برای رسیدن به یک هدف به کسی و یا به خواسته نامشروع کسی تن بدهد. بسیار خوب، آیا جبهه مقاومت آمریکا حمایت نمی کند؟ ما گفته نمی تانیم که جبهه مقاومت از سوی کدام کشور خاص حمایه می شود و ما امیدوار هستیم که جامعه جهانی درس های خوبی از 20 سال گذشته افغانستان و یا از 40 سال گذشته افغانستان گرفته باشند که مداخله در امور افغانستان نه به نفع افغانهاست نه به نفع آنهاست. این گونه مداخله ها هیچ نتیجه نداده و در آینده هم نتیجه نمی دهد. اگر جامعه جهانی واقعا می خواهند افغانستان و افغانها به عنوان یک عضو خوب جامعه جهانی در پهلوی آنها بوده باشند، باید آنها بدون اینکه در امور داخلی افغانستان مداخله بکنند و در پی این بوده باشند که چگونه سیستم حکومتداری افغانستان را تغییر بدهند و یا در سیستم حکومتداری افغانستان نفوذ خود را داشته باشند و یا سیستم حکومتداری افغانستان به خواست آنها ترتیب شود، باید بدون اینکه به این چیزها مشغول بوده باشند کوشش بکنند با دولت افغانستان از راه دیپلماتیک، از راه های اصولی و از راه های رسمی گفتگو داشته باشه و نگرانی های خودشان را اگر داشته باشند مرفوع بسازند. کشور آمریکا با افغانستان یا با امارت اسلامی صادق است؟ این قضاوت پیش ما نیست. مردم افغانستان قضاوت میکنند و همچنان جامعه جهانی همه چیز را میبینه که آیا آمریکا پس از اینکه در افغانستان شکست خورد و پالیسی های آمریکا در افغانستان ناکام شد، همه استراتژی های آمریکا در افغانستان نتیجه نداد، آیا آنها چی درسی گرفتند؟ آیا واقعا میخوان در آینده یک رابطه خوب و سازنده با افغانستان داشته باشند و یا اینکه اشتباهات گذشته خود را تکرار میکنند که چنانه که قبلا گفتیم هم به ضرر مردم افغانستان میباشد و هم به ضرر آمریکا و هم به ضرر جامعه جهانی. ما امیدوار هستیم در قرن 21 آنچنانه که لازم هست از تجارب تلخ گذشته درس گرفته شود
و کوشش شوه که جامعه خوبی جهانی تشکیل شوه و افغانستان هم در پهلوی آن حضور داشته باشه بدون اینکه در امور داخلی افغانستان مداخله شوه. امارت اسلامی افغانستان با امریکا در دوحه یک توافق داشت. اگر امریکا احمد مسعود یا جبهه مقاومت یا کدام حلقه دیگر در افغانستان حمایت کنند، نقض توافقنامه است؟ امارت اسلامی افغانستان به پیمان دوحه که به ایالات متحده امریکا در 2020 امضا شد بسیار ارج میگذارد و به تمام تعهداتی که در آن پیمان کرده پایبند بوده و باز هم پایبند میمانه. البته امریکایی ها چنانه که افغان ها دیدند بارها مرتکب تخطی از این پیمان شده اند، اما امارت اسلامی افغانستان هماره به این توصیه داشته که اگر امریکا میخواهد در آینده با افغانستان یک رابطه خوب و سازنده داشته باشه، رابطه دو طرفه داشته باشه، باید به این پیمان متحد بمانه. این هم به نفع افغانستان است، هم به نفع امریکاست. بسیار خوب. در این اواخر ما شاهد چندین حمله مرگبار بودیم. مسئولیت هم داعش گرفت. آیا داعش به امارت اسلامی یک سردرده است؟ امارت اسلامی افغانستان با کمال وضوح و با کمال صراحت از روز اول یک موقف جدی در برابر سایر گروه های حراس افغان از جمله داعش داشته است و در مبارزه که در این راستا داشته موفق بوده، برخلاف آنچه که در دوره اشغال و به خصوص در سالهای اخیر این گروه ها در نقاط مختلف افغانستان حاکم بودند و حضور علنی و جبهه‌ای داشتند، اکنون آنها در هیچ نقطه از افغانستان حضور علنی و جبهه‌ای ندارند. انجام دادن حملات بزدلانه بر مردم ملکی نشان دهنده این است که آنها قوت خود را از دست دادند و آنها نمیتوانند در عرصه نظامی در برابر نیروهای امارت اسلامی افغانستان کدام چالشی ایجاد بکنند. البته با استفاده از بعضی خلاهایی که قبلا یادآور شدم، آنها کوشش میکنند با هدف قرار دادن مردم ملکی و آن هم در مساجد یک نوع تشویش ایجاد بکنند، اما ارگانهای کشفی و امنیتی امارت اسلامی افغانستان با کمال توانمندی دست به کار هست و پس از این حملات بزدلانه آنها بسیاری از افراد یابسته به آنها را از بین برده و یا بازداشت کرده و همچنان برنامه هایی را که آنها در پلان داشتن خونسا کرده. بسیار خوب. در این اواخر ما شاید حملات بودیم. داعش از کجا وارد افغانستان می شود؟ ما همیشه گفتیم که یک پروژه خارجی هست و ریشه افغانی و یا داخلی نداره. با استفاده از فرصت که در گذشته اینجا افغانستان به دست خود افغانها نبود، افغانستان اشغال شده بود، در افغانستان سرنوشت افغانستان به دست دیگران بود، یک پروژه در اینجا وارد شد تا با استفاده از آن وضعیت افغانستان وضعیت افغانها را وخیمتر بسازند. اما امارات اسلامی افغانستان که موضوع را از روز اول درک کرده بود، در برابر پروژه از روز اول استادگی کرده، مبارزه کرده، قربانی داده و الحمدلله نتیجه اش را هم گرفته و در آینده هم به همین موقف خود باقی میمانه و به همچو پروژه هایی که تنها و تنها به ضرر افغانستان و مردم افغانستان هست فرصت نمیده تا اینجا ریشه دوانی بکنند و یا یک قوه بالتحدید به افغانستان بدل شوند. بسیار خوب. به گفته شما این پروژه داعش از سوی که حمایت میشه؟ ما اگر واضح بگوییم از سوی دشمنان اسلام و مردم افغانستان. آیا از سوی غرب حمایت نمیشه؟ همه میبینن که این پروژه به چه شکل به میدان آمد، به چه شکل کار کرد و چی کارهایی کرد. داعش در آینده یا بر فعلا یک تهدید به مردم افغانستان نیست؟ ما بالفعل داعش را تهدید نمیدانیم و چون آنها در افغانستان نه ریشه مردمی دارند، نه کدام حمایه مردمی دارند و نه هم حضور علنی و جبهه‌ای دارند و البته
اگر کدام لانه های آنها در افغانستان دارند، ارگان های امنیتی و کشفی مارت اسلامی افغانستان چنانه که در گذشته های نزدیک بسیاری از لانه های آنها را از بین برده، بقیه لانه هایشان را هم از بین میبرد. بسیار خوب. 9 ماه از آمدن امارات اسلامی میشود، تا هنوز هیچ کشور به رسمیت نشناخته است. امارات اسلامی افغانستان با تمام تعهداتی که در پیمان دوحه با ایالات متحده امریکا داشته و همچنان با سازمان ها و کشورهای مختلف در سالهای اخیر داشته پایبند بوده. یکی از تعهد بزرگی که امارات اسلامی افغانستان داشته این است که از خاک افغانستان به هیچ کشور تهدید پیش نمی شود و خدا نخواسته خاک افغانستان بر حلی هیچ کشور استفاده نمی شود. امارات اسلامی افغانستان به این تعهد خود کاملا متعهد بوده، پایبند بوده و در این راستا کارهای جدی انجام داده. ما فکر میکنیم کدام بهانه قوی و جدی و واقعی برای اینکه با تعامل با امارات اسلامی افغانستان مشکل پیدا بکند برای جامعه جهانی یا برای ایالات متحده امریکا و یا برای هیچ جهت باقی نمانده است. جامعه جهانی کوشش بکنه با آغاز تعامل رسمی با امارات اسلامی افغانستان نگرانی هایی را که آنها دارند از راه دیپلماتیک، از راه های اصولی و از راه های رسمی حل بکنند. ما امیدوار هستیم پروسه به رسمیت شناخته شدن به زودی شروع شود، چون این هم به نفع افغانستان هست و هم به نفع جامعه جهانی هست و افغان ها و افغانستان بتوانند به عنوان یک عضو خوب جامعه جهانی در سایر تعاملات با جامعه جهانی شریک باشند. تا این زمان کدام کشورها سراغ ثبت نشان داده با امارت اسلامی؟ باید بگویم تعامل رسمی اگرچه هنوز آغاز نشده، اما تعامل غیر رسمی ما نسبت به تعامل رسمی که اداره پیشین کابل با بسیاری از کشورها داشت افزونتر است. الحمدلله سفارتخانه ها و کنسولخانه های ما در بسیاری از کشورها فعال است. اونجا نماینده های امارت اسلامی افغانستان فرستاده شده، آنها از راه های دیپلماتیک با مقامات آن کشورها گفتگو می کنند و مسائل دو طرفه و همه جانبه بین افغانستان و بین آنها زیر بحث می آید و روی آن کار می شود. البته چون که قبلا گفتیم یک پروسه تدریجی هست، مرحله وار طی می شود. ما امیدوار هستیم که سایر مراحل خود هر چی زودتر طی بکنند، چون این هم به نفع افغانستان هست و هم به نفع جامعه جهانی هست تا یک تعامل رسمی و یک تعامل که ما را به مسئولیت های ما متوجه بسازه داشته باشیم. بسیار خوب. چرا کشورهای اسلامی زیادتر فشار باید ما با کشورهای اسلامی داشته باشیم؟ چرا میترسد؟ چرا امارت اسلامی را به رسمیت نمیشناسد؟ چون سیاست امروزی جهان بر اساس بلاک های اسلامی و غیر اسلامی تقسیم نشده و ما و شما میدانیم که در جهان امروزی هیچ کشور غیر وابسته نمانده که ما بگیم در همه موارد خود کاملا مستقل بوده باشه، بلکه هر کشور به شیوه مختلف به کشورهای بزرگ جهان و وابستگی دارند و با همدیگر منافع مشترک دارند. لحاظا فکر میکنیم شاید نیاز به یک اجماع جهانی دیده شود تا اگر بعضی قدرت‌های بزرگ جهان امارت اسلامی افغانستان را به رسمیت بشناسه، برای دیگران فیصله کردن شاید بسیار آسان بوده باشه و شاید آنها پیش خود فیصله هم کرده باشند، تنها در اعلانش مشکل داشته باشند، همین مشکل هم رفع شود. ما میدانیم بسیاری از کشورها به این باور هستند که افغانستان امروزی که صاحب یک نظام مستقل، دولت مستقل و مردم مستقل هست، سزاوار این هست که با آن با تعامل رسمی داشته باشیم، چون مشکلی که در گذشته از افغانستان با آنها پیش می شد امروز وجود نداره. امروز افغانستان به دست خود افغان هاست، افغانستان بازیچه دیگران نیست. تا از افغانستان به عنوان یک میدان جنگ در برابر کشورهای همسایه استفاده شود، در برابر کشورهای منطقه استفاده شود، امروز افغانستانی هست که به یک تفاهم خوبی بین کشورهای همسایه باور داره، به یک تفاهم خوب بین المنطقوی باور داره، به یک تفاهم خوب با جامعه جهانی باور داره و این همه تصامیم را مستقلانه میگیره و این به نفع افغانستان و به نفع همه هست. اما چون که قبلا گفتیم شاید بعضی کشورها به سوی بعضی دیگر میبینند و
این دیدن آنها شاید طبیعی بوده باشه، چون سیاست جهان از سوی حلقات مشخصه کنترل میشه. بسیار خب آقای سمنگانی، میخوایم بدانم امارت اسلامی در دوحه با امریکا یک توافقنامه امضا کرد، با وجودی که توافقنامه به دسترس مردم قرار نگرفت، ممتا چرا از دیگه طرف امارت اسلامی را تحریم میکنند؟ سوال پیش مردم خلق میشود که از یک سو امارت اسلامی با امریکا توافقنامه امضا کرد و از سوی دیگر امارت اسلامی را تحریم میکنند. باید تصریح بکنیم متن توافقنامه در محضر عموم مردم قرار گرفته بود و کدام معامله پنهانی وجود نداشت و یا کدام معامله که از مردم پنهان شده باشه صورت نگرفته. البته اینکه امریکا چقدر به تعهدات خود پایبند بوده و یا پایبند میمانه یک مسئله علاهیده ای هسته. در دقایق قبلی هم اشاره کردم که متاسفانه امریکا بارها مرتکب تخطی شده که به ضرر پیمان دوحه است و نقض پیمان دوحه به ضرر همه هست. برای امریکا لازم بود با اینکه امارت اسلامی افغانستان زمام قدرت را در کشور به دست گرفته بود، کوشش میکرد به جای سیاست زورگویی و به جایی که از بعضی مسائل به عنوان ابزار فشار کار بگیره، با امارت اسلامی افغانستان وارد یک تعامل جدید میشد، وارد یک فاز جدید میشد و کوشش میکرد در گذشته ها را که در آن آنها خودشان ملامت هستند که بر خاک افغانستان تجاوز کرده بودند، اینجا 20 سال جنگ کردند و بالاخره شکست خوردند، آن را پشت سر میگذاشتند. اما متاسفانه شاید امریکا ذهنن یا قلبا آماده این نبود که شکست خود را بپذیرد، بنابراین آنها باز هم به زورگویی دوام دادند و کوشش کردند که امارت اسلامی افغانستان را وارد یک معامله نادرست بسازند، وارد یک معامله ننگین بسازند یا حداقل موقف امارت اسلامی را تنزل بدهند. اما آنچنان که امارت اسلامی در طول تاریخ خود ثابت ساخته، هرگز به این چنین معامله ها تن نداده و از موقف خود بدون کدام موجب تنزل نکرده. لذا آنها به سیاست های تحریمی خود و سیاست های حذفی خود دوام دادند که متاسفانه کاری نادرست است. خب تشکر بسیار زیاد. ما فعلا یک وقفه کوتاه داریم، بعد از وقفه دوباره برمیگردیم. دوست عزیز، باز هم بسیار خوش آمدین. مهمان ما در این برنامه انعام الله سمنگانی، سخنگوی امارت اسلامی. آقای سمنگانی، کابینه سرپرست همه شمول است؟ چنانه که امارت اسلامی افغانستان گفته، همه شمول تعریف های مختلف در نقاط مختلف جهان داره. به اساس تقریبا بسیاری از تعریف ها کابینه امارت اسلامی افغانستان همه شمول است، به این معنا که از سمت های مختلف، از ولایت های مختلف و از اقوام مختلف در آن نمایندگی ها هست. البته امارت اسلامی افغانستان آنچنان که گفته به این اکتفا نمی کند و این را بسنده نمی داند، بلکه امارت اسلامی افغانستان تلاش دارد تا دولت خود را هرچی بیشتر فراگیرتر بسازد و همه مردم جای و جایگاه خود را در دولت امارت اسلامی افغانستان ببینند و مطمئن باشند. بسیار خب، اگر بگیم چرا جهان حرف از همه شمول میزنند، باید امارت اسلامی یک کابینه همه شمول داشته باشند؟ نکته خوبی را شما گفتید. اصلا اگر تعامل رسمی با دولت کنونی افغانستان وابسته به دولت همه شمول در افغانستان بوده باشد، کاملا نادرست است، چون دولت همه شمول مسئله داخلی افغانستان و افغان هاست و باید
دولت افغانستان و مردم افغانستان از این مسئله کنار بیایند و به این مسئله رسیدگی بکنند، چنانه که افغانستان به خود اجازه نمیدهد تا در امور داخلی سایر کشورها مداخله بکند و برای آنها توصیه بکند که باید دولت شما چنین همه شمول بوده باشه و در دولت شما که ها باید نقش داشته باشند و که ها باید در رهبری بوده باشند. همچنان از جهان این امید را دارد که آنها باید به افغانستان فرصت بدهد تا اکنون که صاحب یک نظام و دولت مستقل هست، مستقلانه تصمیم بگیره که کیها باید در رهبری نظام بوده باشند و نظام را به پیش ببرند. چون ما در گذشته بسیار نزدیک شاهد این بودیم که نظام افغانستان عملا به دست خارجی ها بود، رهبری نظام را هم آنها تعیین میکردند و بر علاوه از رهبری تا سطوح مختلف نظام خارجی ها نقش خود را داشتند. اما مردم افغانستان از رهبری که آنها معرفی کرده بودند راضی نیستند، بلکه از آن رهبری بسیار ناراض هستند. به این معناست که کدام تجربه ای را که خارجی ها در افغانستان کردن ناکام بوده، پس اکنون باید آنها فرصت بدهند تا دولت جدید افغانستان که به حمایه مردم خود به قدرت رسیده یک رهبری خوبی را به مردم خود معرفی بکنه و کشور خود به یک مسیر خوب سوق بدهد. اگر دولت کنون افغانستان هم وادار به یک معامله شوه و خدا نخواسته راضی به یک معامله شوه و خواست جامعه جهانی فیصله بکنه که باید کیها و کیها در رهبری نظام بوده باشه، پس فرق بین نظام گذشته و نظام کنونی چی است؟ یکی و دومی هست که باز هم گویا جهان مسئولیت این را به دوش میگیره که در آینده اگر این نظام نتیجه نمیدهه، دولت نتیجه نمیدهه، مسئولش آنها میبوده باشه، در حالی که آنها نظام و دولت گذشته را که خودشان رهبری میکردند مسئولیت آن را هم هنوز به دوش نگرفتند. آنها از مسئولیت آن هم خود را سبکدوش میدانند و گویا چنین جلو میدهند که آنها به حد توان کارهای خوبی کردند و کارهای بدی که شده است به آنها مربوط نمیشوه. ما نمیخواهیم در آینده هم چیزی باز تکرار شوه که خدا نخواسته اگر افغانستان دوباره به سوی یک بحران میروه، به سوی یک معزل میروه، که جامعه جهانی بگوید که ما کمکهای بشر دوستانه کردیم، ما فلان و فلان و فلان کردیم، اما اگر کارهای بدی شده این مربوط به اینها میشوه، مربوط به خود افغان ها میشوه، مربوط به داخلی ها میشوه. چون ما میدانیم که جامعه جهانی توانمندی و یا ظرفیت یا جرأت این را ندارد که آنچه را که آنها نادرست در افغانستان کردن رسما به عهده بگیرن و ملامتی را قبول بکنن. بسیار خوب. آقای سمنگانی، کسانی که با آمریکا در 20 سال گذشته کار کرده این همه میدانند که از در تحریک امارت اسلامی یک کابینه همه شمول است، اما نظر به قوم، نظر به زبان یک کابینه همه شمول نیست. مثلا گفته میشه که با هزاره ها، با قوم هزاره هیچ جایی نیست در کابینه، تا هنوز هیچ چوکی برش داده نشده. کسایی که در 20 سال گذشته کار کرده آیا میتواند در کابینه امارت اسلامی کار کنند؟ سوال شما دو بود داره. در رابطه به بخش اول باید بگیم اصلا امارت اسلامی افغانستان توزیع قدرت یا توزیع کرسی ها را بر اساس قومیت یا بر اساس سمت و بر اساس ولایت نکرده و نمیکنه. لحاظا این در امارت اسلامی افغانستان در نظر گرفته نمیشد که در رهبری چند درصد برای کدام قوم اختصاص شود، چند درصد برای کدام قوم اختصاص شود، چند درصد برای کدام قوم یا برای کدام سمت و برای کدام ولایت. این اصلا در امارت اسلامی افغانستان مطرح نیسته، چون سیاست امارت اسلامی افغانستان بر اساس رهنمودهای دینی هست و دین مبین اسلام برای ما هرگز اجازه نمیدهد که ما قدرت را بر اساس قومیت و بر اساس سمت و بر اساس ولایت تقسیم بکنیم. و همچنان دولت امارت اسلامی افغانستان شرکت سهامی نیست مثل دولت قبلی که دولت عین و غین باشد یا دولت 50/50 بوده باشد یا 60/40 بوده باشد و در آن برای هر طایفه یک سهمیه علاهیده مشخص باشد. ما شما دیدیم که آن تقسیم قدرت هم نتیجه نداد، بلکه حتی زمینه را برای این در افغانستان مساعد ساخت که افغانستان به سوی یک ملوک طوایفی برود، افغانستان به سوی جزایر قدرت برود، افغانستان به سوی زورگویی و تفنگ سالاری برود که در هر منطقه باید یک کسی به اساس سهمیه که گرفته از خودش بادشاه بوده باشه و به
زمامدار رسمی که در رأس نظام عدالت قرار دارد باید اعتنایی نشود. این نتیجه نداده هسته. لذا در رابطه با بود اول سوال شما ما بسیار مشخص گفته میتانیم که امارت اسلامی افغانستان خود را به پایبند نمیداند که باید بر اساس قومیت یا بر اساس سمت یا بر اساس ولایت یا بر اساس احزاب مختلفی که حضور دارند قدرت را تقسیم بکنه. این نتیجه خوبی نداده و نمیدهد. بسیار خوب. قوم هزاره چقدر نفوس افغانستان تشکیل میدهد؟ خبر دارین؟ بله، اینجا ما باید بگویم چنانه که ما همیشه گفتیم نظام کنونی یا دولت کنونی، یعنی هدف از نظام و دولت رهبری نظام و دولت است، سرپرست است و در یک شرایط خاص و اضطراری به میان آمده است. ببینین در افغانستان یک نظام فرو پاشید، یک نظام دیگر به میان آمد، اما این بر اساس یک توافق نیامده. مذاکرات بین الافغانی که آغاز شده بود متاسفانه نتیجه نداد و بعضی حلقات شوم و مغرضی که آنها نمیخواستن از بعضی سمت هایی که آنها قرار داشتن برکنار شوند و یا از دست بدهند، آنها این زمینه را مساعد نساختند تا مذاکرات بین الافغانی به یک نتیجه برسه و به اساس یک نتیجه ای که از مذاکرات بین الافغانی گرفته می شود باید در افغانستان سیستم مشخص شود، نظام مشخص شود، دولت مشخص شود، قانون مشخص شود، هر چیز مشخص شود. نه، بلکه ما دیدیم وقتی که امریکایی ها به اساس پیمانی که با امارات اسلامی افغانستان بسته بودند افغانستان را ترک می گفتند، نظام گذشته که کاملا متکی به امریکایی ها بودند به شکل اتومات و خودکار از هم فرو پاشید. مزاحمت هم نشود، مقاومت هم نشود، چون کدام حمایه مردمی و غیره هم آن نظام نداشت. امارت اسلامی افغانستان ناگزیر شد تا وارد صحنه شده زمام قدرت را به دست بگیرد، چون مردم در یک نواخلای قدرت بسر می بردن و مردم به تشویش بودند که اگر یک نظام نو به میان نیاید شاید در اینجا حلقات شومی که وجود دارد مردم را چور بکنند، ارگان های دولتی را چور بکنند و خدا نخواسته یک فاجعه بزرگ رخ بدهد. لذا امارت اسلامی افغانستان ناگزیر شد زمام قدرت را به شکل فوری و اضطراری به دست بگیرد. در این صورت که مردم نیاز به این داشتند که با دولت کار خود شروع بکنه، یک کابینه و میان بیایه، امارت اسلامی افغانستان از چهره هایی که در داخل امارت اسلامی افغانستان قرار داشتند، از کادرهایی که در صف امارت اسلامی وجود داشتند و در عرصه های مختلف در جریان مبارزه و مقاومت 20 ساله کار میکردن، از اونها استفاده کردن و اونها را در رهبری پیش کردن تا اونها به گونه فوری کشور را به پیش ببرن. اما باز هم امارت اسلامی افغانستان در این عرصه هم کوشش کرده بیرون از صف خود هم بعضی چهره های را، بعضی شخصیت های را در بخش های مختلف یا در وزارت یا در معاونت ها یا در ولایت ها یا در ریاست ها بیاره و تا یک گونه اطمینان برای مردم بده که برای مردمی که بیرون از صف امارت اسلامی افغانستان قرار داشتن هم فرصت این مساعد هست و مساعد میشه تا در رهبری نظام قرار بگیرند و نظام مشترکاً با امارت اسلامی افغانستان به پیش ببرند. بسیار خب، یعنی کسایی که در 20 سال گذشته با امارت اسلامی کار نکرده با آنان چوکی نیست یا با آنان در کابینه فعلی جای داده نمیشود؟ هستند. ببینید در وزارتخانه های مختلف فعلا ما سرپرست وزیران داریم که آنها در صف امارت اسلامی افغانستان نبودند، مثلا وزیر صنعت و تجارت یا وزیر صحت و همچنان حتی شاید تعدادی از معین وزیران بوده باشند که از رژیم گذشته مانده بودند اما هنوز هم آنها به خدمات خود دوام میدهند و آنها در جای خودشان هستند. همچنان در ریاستخانه های مختلف کسان زیادی هستند که آنها از نظام گذشته باقی مانده اند و هنوز هم خدمت میکنند. ما یک معیار تعیین کردیم. معیار این است کسانی که سابقه بدی نداشته باشند، بیگراند بدی نداشته باشند، آنها اگر در نظام گذشته هم خدمت کرده اند آنها میتوانند در این نظام هم خدمت بکنند. بله، کسانی که آنها شهرت بسیار بدی دارند، آنها خیانت کردند و غدر کردند، برای آنها فرصت نیست و استثناء از آنها کسانی که در نظام گذشته هم بودند اما بیگراندشان خوب است و خدماتشان خوب است، امارت اسلامی افغانستان از خدمات آنها استفاده میکنه و از آنها میخواهد که به خدمات خود دوام بدهند. خب، شما یک کمیسیون ایجاد کردین
برای دعوت سیاسیون سابق در نظام جمهوری که پس دوباره به افغانستان برگرد. کسایی هم در بین این سیاسیون هستند که خلافکاری کرده. اگر به شکل واضح بگیم، آیا آن محاکمه خواهد شد؟ امارت اسلامی افغانستان در کمیسیونی که تازه ایجاد کرده برای تماس با شخصیت های افغانی که اکنون در خارج کشور به سر میبرند یا برای دعوت دادن آنها برای اینکه آنها پس به افغانستان بیان، همه جوانب را سنجیده و برعلاوه از چهره هایی که در ابتدا در این کمیسیون اعلام شدند که غالبا 6 یا 7 نفر بودند، در این اواخر 3-4 نفر دیگر هم در آن اضافه شده هستند و به خصوص 2 نفر به نمایندگی از ستر محکمه و به نمایندگی از دارالفتای مرکزی هم در این کمیسیون اضافه شدند تا ابعاد شرعی این موضوع را هم بسنجند. امارت اسلامی افغانستان در قدم اول کوشش میکند تا همه شخصیت هایی را که در خارج از افغانستان به سر میبرند، ولو با هر سابقه ای که هستند، ولو با هر گذشته ای که هستند و با هر شهرتی که هستند، به کشور خود برگرداند و حداقل برای آنها حق زندگی خوب، حق یک زندگی آرام در کشورشان فراهم بسازه. مسائلی که تعلق میگیره به ادعاهای شخصی و حقوقی بعضی مردم، برای آنها هم یک پروسیجر تعیین کرده، یک پروسیجر بسیار خوب، یک پروسیجر بسیار معقول با در نظر داشت رهنمودهای شرعی، تا اینکه خدا نخواسته کسی به گونه نادرست، کسی به یک شکل نادرست آزار و اذیت نشوه، شکنجه نشوه و بی آبرو نشوه. ما مطمئن هستیم که این کمیسیون میتوانه وحدت ملی افغانها را بیشتر تأمین بکنه و برای همه افغانها زمینه این را مساعد بسازه تا آنچه در 40 سال گذشته بین افغانها رخ داده آن را فراموش بکنند و اثر نو، یک آغاز نو داشته باشند در پهلوی همدیگر و در آینده بتوانند که نقش خوب، مثبت و مؤثری را در آبادی و بازسازی کشورشان داشته باشند. خب در این کمیسیون با کسایی که در نظام سابق کار میکردن و وقتی که امارت اسلامی دوباره حاکم به افغانستان شد، آن سیاسون در کشور مان بر آن کسای جای داده شده است یا خیر؟ هدف مثلا فضل هادی مسلمیار است در کشور مان، آقای کرزی است، دکتر عبدالله است، در این کمیسیون برایش جای داده شده است یا خیر؟ ببینید، هدف از ایجاد کمیسیون این است که باید دعوت و اطمینان از طرف امارت اسلامی افغانستان داده شود، از آدرس امارت اسلامی افغانستان داده شود. کسانی که در اینجا هستند برای ما بسیار محترم هستند، آنها در اینجا از حقوقشان برخوردار هستند، با آنها مشوره ها صورت میگیره، انشاءالله آنها با کدام مشکلی روبرو نیستند. البته چون که قبلا گفتم امارت اسلامی افغانستان میخواهد، از آدرس امارت اسلامی افغانستان باد و همه شخصیت ها اطمینان داده شود تا آنها بتوانند مطمئنانه به کشورشان برگردند و در کشور خود یک زندگی آبرومندانه داشته باشند و از حقوق اساسی و بنیادیشان برخوردار باشند. بسیار خوب، آیا امارت اسلامی قادر به دعوت این چهره ها است یا خیر به تنهایی؟ امارت اسلامی افغانستان کوشش خود را میکند تا همه را قانع بسازد، همه بیایند و افغانستان تنها از امارت اسلامی افغانستان نیست، افغانستان خانه همه است. شاید بیشتر از مقامات و مسئولین امارت اسلامی افغانستان دیگران در افغانستان جای و جایداد داشته باشند، دیگران شاید در افغانستان زندگی مرفه تر داشته باشند، زندگی خوبتر داشته باشند. امارت اسلامی افغانستان کوشش میکنه نگرانی های را که آنها داره رفع بسازه و آنها به افغانستان برگردند. البته کسانی که حتما قسم خوردن که به هیچ صورت طرفدار امنیت و ثبات در افغانستان نیستند، طرفدار رفاه مردم افغانستان نیستند، طرفدار استقلال مردم افغانستان نیستند، آنها مستثنا هستند و فکر میکنم شاید چنین مردم بخش اندکی را تشکیل بدهند. ما بقیه ما امیدوار هستیم که از گذشته ها آموخته باشند و اینا درک کرده باشند که کشور خودشان برایشان خوب است نسبت به اینکه آنها در کشورهای بیگانه و دست بیگانه ها بوده باشند. اینکه در کشور خود باشند، در پهلوی مردم خود
بوده باشند، شاید بتوانند که نقش خوبتری را ایفا بکنند. بسیار خوب. آقای سمنگانی با ارزش علاقه دارین؟ یقینا بسیار زیاد. کدام انواعش؟ با فوتبال علاقه دارم، هم با والیبال علاقه دارم، با کرکت علاقه دارم، بلکه با ورزش های زیاده علاقه دارم. گاهی وقت فوتبال یا کرکت میبینی؟ بازی های کرکت، بازی های فوتبال؟ بله، در نوجوانی که فرصت ها مساعد بود و میتونستیم به میدان های ورزشی برایم، خود ما عملا هم فوتبال کردیم، هم والیبال کردیم و هم کرکت، و فعلا هر گاهی که فرصت پیدا کنم بازی های فوتبال از طریق تلویزیون میبینم. علاقمندی کدام بازیکن افغانیستی؟ چون شما بهتر میدانین در این اواخر ورزش افغانستان ماشاءالله خوب رشد کرده و افغان ها به ورزش بسیار علاقمندی نشان دادن و ستاره های خوبی از جامعه افغانی به جامعه جهانی ورزش تقدیم شده که برای ما هم مایه افتخار است. ما از سایر آنها خوشحال هستیم، همه آنها افتخار میکنیم و نمیخوام مشخصا از کسی نام ببرم، البته همشان برای ما مایه افتخار هستند. آقای سمنگانی، در این دماه که به کابل آمدین، یک خاطری به یاد دارین که وقتی در یادتان میاد هم رنج میبرین و هم خنده میکنین؟ خاطره های زیادی هست، از جمله خاطره که مرا بسیار زیاد متاثر ساخت شبی که آخرین نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج شدن و فردای آن از همه اولتر و بیشتر ما با همراهی مجاهد صاحب وارد میدان هوایی نظامی شدیم و اونجا برای ما دو واقعیت واقعا هم رنجاور بود و هم بسیار خوشحال کننده بود. یک واقعیتی که رنجاور بود این بود که امریکایی ها و کسانی که برای آنها بودن میدان هوایی را و حتی رادار میدان هوایی را و حتی سالون انتظارگاه میدان هوایی را، تیاره ها و موتر وسایط نظامی و غیره همه را خراب کرده بودند، از بین برده بودند به گونه بسیار قصدی و ارادی، و این برای ما ثابت می ساخت که آنها یقینا به خاطر ما نیامده بودند، به خاطر افغان ها نیامده بودند، آنها به خاطر اهداف خود آمده بودند، به اهدافشان یا رسیدن یا نرسیدن. وقتی که مجبور شدن افغانستان را ترک بکنن، همه سرمایه خود که برده میتونستن بردن، چیزی را که برده نمیتونستن خراب کردن. گویا که افغان ها به میدان هوایی نیاز نداشته باشند، حتی میدان هوایی ملکی، نه تنها میدان هوایی نظامی. و چیزی که برای ما بسیار خوشحال کننده بود همین که قربانی های بسیار به شماری که افغان ها در راستای گرفتن آزادی کشور خود داده بودند و نتیجه رسید و ما الحمدلله دیدیم که خارجی ها افغانستان را ترک گفتند و افغانستان به تمام معنا مستقل شد، صاحب نظام مستقل، دولت مستقل. برای ما بسیار زیاد خوشحال کننده بود و ما را به وجد می آورد. تشکر بسیار زیاد که بر ما فرصت دادین پیامتان بشنویم. برای ما افغان ها ثابت شده است که تا ما با هم نسازیم کسی برای ما نمی سازه. اگر برای افغانستان می ساختن، در 20 سال گذشته افغانستان کاملا به دست جامعه جهانی به رهبری ایالات متحده آمریکا بود. آنها به جز بعضی از کارهای نمایشی یا بعضی از کارهایی که ظاهرا انکشافی بود، اما در حقیقت آنها در پی اهداف شومی خود بودند. جامعه ما را پراگنده ساختند، جامعه که از جنگ های داخلی بسیار رنج دیده بود آن را بیشتر از آن رنج دادند و افغانستان به یک دیگ بی سرپوش تبدیل شده بود. هر کسی می آمد
هر چی میخواست در آن انجام میداد. اما اکنون هر چی باشد افغانستان به دست خود افغان هاست و رهبری کنونی افغانستان که گرم و سرد زیادی را چشیدن خوبتر درک میکنند که چطور میتونند به خدمت مردم خود بوده باشند و مردم خود را از آوارگی و از دربدری و از خواری نجات بدهند و در داخل کشور خود یک زمینه زندگی خوب برایشان فراهم بکنند. اما امیدوار هستیم که انشاءالله ما هم افغان ها در پهلوی همدیگر خاطر گذاشته در هر جبهه‌ای بودیم، در هر نقطه‌ای بودیم و در هر بخشی بودیم، بتوانیم دست به دست هم داده یک افغانستان آزاد و آباد بسازیم. تشکر بسیار زیاد که ما فرصت دادیم. خیر باشد. در نون کد آزمون که در دیوان اخبران علم التیام و مننه. خواهد.